نازک پهلوی، دختر کوچکترین فرزند رضا شاه، حمید رضا از همسرش هما خامنه بود که جای پای پدرش گذاشت و جنجال‌های زیادی به پا کرد و در نهایت هم سرنوشت خیلی تلخی داشت و تو سن 29 سالگی از دنیا رفت. دوستان و همراهان همیشگی کانال زن روز، سلام. قبل از شروع ویدیو اگه تا به حال عضو کانال ما نشدین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو لمس کنین تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر باشین و با لایک و کامنتتون ما رو حمایت کنین. پدر نازک حمید رضا کوچکترین برادر محمد رضا شاه بود. اون تو طول دوران زندگیش دردسرها و رسوایی‌های زیادی برای خانواده پهلوی درست کرده بود. اون اهل خوشگذرانی بود و مادرش عصمت الملوک با توجه به حال و روز حمید رضا تصمیم گرفت هرچی سریع‌تر همسری براش انتخاب کنه و همین شد که تو سن 19 سالگی با دخترموی مادرش مینو دولتشاهی ازدواج کرد. اما این ازدواج دوام زیادی نیاورد و زندگی بی‌بندوبار حمید رضا و بی توجهیش به خانواده باعث شد که مینو دولتشاهی طلاق بگیره و با مرد مورد علاقش ازدواج کنه. با شکست حمید رضا تو اولین ازدواجش زندگیش بیشتر از قبل به سمت ابتذال رفت. اون به یکی از مشتری‌های پروپا قرص کاباره‌ها و دنسینگ‌ها تبدیل شد. شاه هم که اخلاق و رفتار حمید رضا رو میدید و از آبروریزی‌های اون نگران بود، برای همین از ماموران سازمان امنیت خواست تا مراقب رفتار و کارهای حمید رضا باشن و مرتب بهش گزارش بدن. زندگی حمید رضا مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه با آشنا شدنش با زنی به اسم هما خامنه فصل جدیدی تو زندگیش شروع شد. گفته شده که هما از خانواده های سطح پایین بود و به خاطر زیباییش تو مجالس تهران معروف بوده. شاه با ازدواج حمید رضا و هما مخالف بود، اما نهایتاً با اصرار حمید رضا موافقت میکنه، ولی دستور میده که مجلس عروسی اونا بی سر و صدا و با تعداد کمی مهمون برگزار بشه. نتیجه این ازدواج دو فرزند به نامهای نازک و بهزاد بود. اونطور که از گزارشات ساواک مشخصه، حمید رضا و هما از نظر اخلاقی خیلی به هم شبیه بودن. هر دوتاشون اعتیاد شدید به هروئین داشتن و درگیر خوشگذرونی بیش از حد تو دربار بودن. البته فساد اخلاقی حمید رضا محدود به اعتیاد و بی‌بندوباری اجتماعی نبود. اون تو قاچاق مواد مخدر هم شرکت میکرد. تو فعالیت‌ها و زدوبندهای مالی هم دست‌های آلوده‌ای داشت. قرار گرفتن حمید رضا و هما در کنار هم افتضاح و آبروریزی زیادی برای دربار در پیش داشت و کاراشون به حدی باعث عصبانیت شاه شد که به حمید رضا دستور داد که فوراً هما رو طلاق بده. حمید رضا هم ظاهراً دستور شاه اجرا میکنه و هما رو طلاق میده. اما به خاطر داشتن دو فرزند از اون، هما رو تحت سرپرستی خودش قرار میده. حمید رضا از سمت خانواده پهلوی متهم بود که تو مجامع و محافل باعث رسوایی خانواده میشه و کار تا جایی بالا گرفت که چاره‌ای برای شاه باقی نموند جز اینکه اونو از دربار طرد کنه. و اینطوری بود که تو سال 1340 حمید رضا از دربار رونده شد. لقب شاهزادگی اونم ازش گرفته شد. این طرد شدن از دربار باعث شد که حمید رضا دست از زدوبندهای اقتصادی و خوشگذرانی‌های بی‌رویه‌اش برداره. با توجه به چیزایی که از زندگی مشترک حمید رضا و هما خامنه گفتیم، هر دو فرزندشون نازک و بهزاد هم حال و روزی بهتر از پدر و مادرشون نداشتن. نازک 25 بهمن سال 1337 تو شهر تهران به دنیا آمد. برادرش بهزاد هم 2 سال بعد. روزگار سرنوشت خیلی تلخی رو برای این خواهر و برادر رقم زد. مهمتر علت این اتفاق میتونه اختلاف و طلاق پدر و مادرشون و در مرحله بعد ازدواج پدرشون با خاله اونها یعنی حوری خامنه باشه. بعد از اعلام جدایی حمید رضا و هما، سرپرستی نازک و بهزاد به عهده عموشون محمد رضا شاه قرار گرفت. دربار هم این دوتا نوجوانو که از نظر روانی تو وضعیت خیلی بدی بودن به کالج و پانسیون شبانه روزی تو کشور سوئیس فرستاد. نازک و بهزاد تو همون سن و سال کارایی میکردن که باعث نارضایتی و تعجب مسئولان پانسیون میشد.
مدتی بعد که شاه به سوئیس میره و از نزدیک از وضعیت دو برادرزادش مطلع میشه، دستور برگشت اونا رو به ایران میده که البته بعد از مدتی نازک خودش از کشور خارج میشه. اما بهزاد به خاطر شدت ناهنجاری‌های اخلاقی تو تهران میمونه تا بیشتر تحت نظر باشه و بهبودی تو وضعیتش ایجاد بشه، که البته موندنش تو تهران نه تنها تأثیر مثبتی تو رفتارش نداشت، بلکه رفاقت با دوستان ناباب اخلاقش رو بدتر هم کرد. بعد از این ماجراها که تو حاشیه زندگی تو سوئیس و تهران اتفاق افتاد، شاه دستور میده برای تنبیه کردن بهزاد اونو به سربازی تو کرمان بفرستن. اما مادرش هما خامنه پادرمیونی میکنه و با تهدید اسدالله اعلم که اون زمان وزیر دربار بود جلوی این کار رو میگیره. هما خامنه نامه‌ای به دخترش نازک مینویسه و جریان تهدید کردنش رو اینطور بازگو میکنه: تو الان 7 ماه که رفتی و نگفتی دو خط برای مادرم بنویسم که مردست یا زنده؟ همه همینطور هستن. وقتی که مردم خواهی فهمید، حالا نه. نازک جان، شنیدم که میخوای بیای. اگه تصمیم داری برای تعطیلی یا کریسمس بیای، زودتر حرکت کن، چون وضعیت بهزاد بسیار بده. بردنش سربازی تو کرمان. منم دنبال کارهای بهزاد پیش همه رفتم. گفتم اگر پسرمو از کرمان نیارید، جلوی دربار نف میریزم سرمو، آتیش میزنم خودمو. نازک، به راستی این کارو خواهم کرد، ولی در جای دیگه گفته: ولی این شانس من بیچاره است که پسرم بره هروئین بکشه تو لباس سربازی. حداقل تو خوب باش که من دلم به تو خوش باشه، که به تو نگویم اینم مثل پدرشه. خلاصه نازک جان، دارم دق میکنم، نمیدونم از دست بهزاد چه کار کنم. نازک دختر زیبایی بود و دوست نزدیک دخترموش لیلا پهلوی. اون اواخر حکومت پهلوی تصمیم گرفت که با پسر رحیم علی خرم که از سرمایه‌داران معروف دوران پهلوی و مالک پارک خرم یا پارک ارم امروزی هستش ازدواج کنه. البته این ازدواج سر نگرفت. رحیم علی خرم تو دفاع از خودش تو دادگاه انقلاب گفت: این که گفته شده دختر حمیدرضا نازک خیلی از شبا به پارک خرم می اومد، باید بگم قرار بود پسرم با نازک ازدواج کنه. نمیدونم این کار سر گرفته یا نه. نازک به همراه بچه هم تو سوئیس درس میخونه و خرج نازک تو سوئیس رو هم خانواده پهلوی میده. بعد از مدتی عکسای نامتعارفی از نازک منتشر شد و شایع شد که به بازی توی فیلمای پورنوگرافی روی آورده. طبق اخبار رسمی اون بسیار زود و تو سن 29 سالگی تو انگلیس فوت کرده. ولی خبرایی هم هست که میگن خبر این مرگ ترفندی بوده برای جدا کردنش از خانواده پهلوی. و نازک همچنان با هویت جدیدش زنده است و سالهاست تو همون بیزینس قبلی مشغول به کار، و برادرش بهزاد هم مقیم آمریکا شد و اونجا به فرقه های عرفانی هندی روی آورد و در نهایت تو سال 1362 به خاطر اعتیاد شدیدش به کوکائین تو اسپانیا سکته کرد و در نهایت از دنیا رفت. مرسی که تا پایان این ویدیو هم همراه من بودین. اگه تا به حال عضو کانال ما نشدین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم لمس کنین تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر باشین، و با لایک و کامنتتون ما رو حمایت کنین.